اینجا یک اینترنت کلاب در شهر هرات است. نزدیک به یک هفته می شود که اداره امر به معروف و نهی از منکر این اینترنت کلاب را مسدود ساخته است. مالکان برخی از اینترنت کلاب ها در شهر هرات می گویند که فعالیت هایشان قانونی و بر بنیاد جواز شهرداری است. وقتی ما میریم به خود امر بالمعروف اونجا با ما میگن که شما بند کنیم، اصلا دلیلی هم نمیگه. وقتی از دلیل پرسان میکنیم که چی دلیل داریم، میخوای اینترنت است، اینترنت داخل اما موبایل تا نما هست. از ریاست شهرداری برای ما جواز دادن که ما این کار انجام بدیم، به سر به خود خونه اومدن منتها بدون هیچ دلیل یا بدون هیچ توضیح فعلا اومدن ما را از کار کردن و منع کردن. شماری از دانشجویان میگویند که پس از مسدود شدن اینترنت کلاب ها در زمینه مطالعه و گردآوری مواد آموزشی با چالش روبرو شدند. متاسفانه با بسته شدن اینترنت کلاب ها ما دچار مشکل زیاد شدیم در رشته درس. څوک چې فعلا محصل دی یا څوک چې فارغ شوی یا ماستری وای، دوی خپل د مونوګرافو لپاره د پروژو لپاره سیمفي پروژې لپاره چې په مکتب کې یا په پانتون کې چې دانه ترتیبیږي ضرورت دی و اینترنت. اداره امر به معروف و نهی از منکر هرات میگوید که اینترنت کلاب ها و گیم نت ها را پس از شکایت مردم مسدود ساخته است. با گفته رئیس این اداره بارها به گیم نت ها و اینترنت کلاب ها توصیه شده بود تا فعالیت هایشان را اصلاح سازند، اما آنان همانند گذشته به فعالیت هایشان ادامه می دادند. مردم شکایت زیاد کرده که امو جاها به چاهای مر هم با یک مفکوره بیخی بد مخته کرده، سو تا شام همین جگا بغیر از اینکه نشسته هستن بازی بکنه و چیکار بکنه با می گیم نت بکنه، یعنی یه چیزایی بوده که خلاف از انانه ما بود. پس از مسدود شدن گیم نت ها و اینترنت کلاب ها از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر، مالکان این مکان ها نگران هستند که ده ها میلیون افغانی سرمایه هایشان را از دست خواهند داد.